سلام چهارشنبه پنج اردی بهشت 1403 24 اپریل 2024 میلادی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رپر و صدای بی صدایان صدای مردم ایران در دادگاه بدوی در اصفهان موجی از اعتراض نه در شبکه های اجتماعی بلکه در سطح جوامع مختلف جهانی برانگیخت از کاخ سفید امریکا تا بسیاری از هنرمندان و بسیاری از افراد سرشناس در سیاست در امور فرهنگی ورزشی و غیره شروع به اعتراض کردند حکم مسخره ای که یک بار توماج رو چند سال زندان محکوم کردند و بعد که در به دیوان عالی کشور رسیدین حکم و دیوان رد کرد همون حکم حبس و غیره رو حالا که برگشته دادگاه بدوی دیگری اومده و حکم اعدام صادر کرده این کاری که حتی یک دانشجوی سال اول یا دوم حقوق هم مستندات این حکم رو به مسخره میتونه بگیره و بسیاری حقوقدان ها هم اعتراض کردن رو باید در چارچوب سیاستی گذاشت که این روزها خامنه ای و رژیمش دنبال میکنه این سختگیری در زندان ها صدور احکام سنگین دستگیری و غیره در کنار لشکرکشی خیابانی علیه زنان ایران زمین و به میدون آوردن یگان ویژه و قشون به رخ ملت کشیدن مجموعا تحت سیاستی قرار داره که حکومت میخواد مردم رو بترسونه یخ بزنن و هوس یا قصد مخالفت با اونها رو با حکومت رو نکنن در واقع این قبیل حکومت های دیکتاتوری و به خصوص از نوع مافیایی جمهوری اسلامی که یک نوع توتالیتاریزم رو هم دارن و اقتدارگره هستند که میخوان به همه شعون زندگی مردم مسلط باشند حیاتشون در این است که مردم رو بترسونند از یک طرف و به اونها بگن مطلقا ضعیفید کاری از دستتون بر نمیاد و در عوض قدرت خودشون رو مطلق نشون بودن و معمولا هم وقتی این کارها رو میکنن که احساس خطر میکنند و احساس این میکنن که از درون خودشون و همینطور در سطح جامعه زیر پاشون شل شده و احتمال ناآرامی ها و مخالفت ها بالا گرفته. بر صورت این روش که از یک سو با ایستادگی زندانیان فعالین امثال توماج صالحی که با یک بیش از یک ساله که در زندان مثل کوه ایستاده و هر بار با پیام هایی که میده لرزه به اندام این آدم کشان میاندازه از سوی دیگه با حرکت های در سطح جهانی و فشار به حکومت و روش هایی که صدای مردم رو به دنیا برسونه و نهایتا هم از سمت مردم با مقاومت استادگی میتواند خونسا بشه و نقشه حکومت رو نقشه بر آب بکنه. در همین لشکرکشی های خیابانی دیده میشه که مردم از تاکتیک جنگ های پارتیزانی در مقاومت مدنی استفاده می کنن. به این معنی که جایی که لشکر کشیدن مستقر هستند و چنگ و دندون نشون میدن در اونجا حاضر نمیشن و در عوض در جاهای دیگه حضور پیدا میکنن و نافرمانی مدنی گسترده در خصوص تحمیل قانون هجاب اجباری یا زورگویی اجباری رو در جاهای دیگه خونسا میکنن ضمن این که در همین جاهایی هم که قشون کشی کردن به مثل امروز در ایستگاه مترو یا جاهای دیگه دیده میشه که مردم به شدت تجمع میکنند و با هو کردن شعار دادن بیشرف بیشرف نیروهای انتظامی و سرکوبگر رو به وحشت میاندازن جاهایی هم که امکانش هست حجوم میبرند و دختر یا زن اسیر شده رو نجات میدن بنابراین این مقاومت در سطح جامعه هم محور سوم و اصلی است که میتواند این نقشه حکومت برای ایجاد ترس و وحشت و ترساندن مردم رو خنسا کند اما در سمت حکومت دشواری خامنه همینطور که در برنامه قبلی عرض کردم این است که به دلیل به هم خوردن توازن قوای نظامیش با اسرائیل و اشتباهی که از زمان درگیر کردن حماس در جنگ غزه شروع کرده و عملا نیروهای نیابتی زیر فشار و حمله اسرائیل امریکا و متحدینشون قرار گرفتند و از سوی دیگه با موشک پرانی که کرد و شکست خورد و حمله متقابلی که اسرائیل کرد و دست کم نشون داد که کاملا برتری هوایی داره و سیستم دفاعی جمهوری اسلامی سیستم عقب مونده و وامونده اسی سد روسا توان مقابله رو نداره اکنون ولولهی در درون سپاه افتاده در درون نیروهای حکومت افتاده ولوله ای که برآورد خود بیت رهبری نشون میده که دست کم هشت موضع یا هشت نوع بحث مختلف در رده های میانی سپاه وجود داره در انتقاد به رهبری خامنه ای و وضع موجود که در برنامه های آینده به اون خواهیم پرداخت به همین دلیل خامنه اکنون بر سر یک دوراهی است که یا از دکترین نظامی رفتن به سمت سلاح ای و همینطور تکیه به گروه های نیابتی و جنگ با شدت پایین یا تروریستی که 20 سال کشور رو با این همه مشکل مواجه کرده یا باید از این دکترین عقب نشینی کنه دست برداره که اون وقت باید از سیاست خارجی محو اسرائیل و آمریکا ستیزی هم دست برداره که این تغییر جهت بزرگ عملا بیش از پیش مشکل ساختاری براش ایجاد میکنه و چیزی میشه شبیه جدا شدن اقمار شوروی از در زمان گورباچف که داخل روسیه را متلاطم کرد باخت دوم و راحل دومش این است که تأکید کنه همین راحل و همین مسیر رو همین سلاح ای و گروه نیابتی و سیاست مهد اسرائیل و آمریکا ستیزی و دشمنی رو ادامه خواهد داد این دومی موضوعی است که در واقع در صحبتهای امروز خامنهی با در جمع دی از کارگران دستچین شده یا به اصطلاح کارگران در واقع نشون داد این دومی رو انتخاب میکنه و بدون اینکه احتمالا بفهمه مثال قذافی رو بدون نام آوردن بدون آوردنه نام قذافی گفت بدون اینکه بفهمه یا در نظر داشته باشه که سرنوشت قذافی این شد که به دست مردم سرنگون شد و یک نوجوان هم با فرو کردن سرنیزه به ما تحت او او رو کشت و نهایتا دودمانش هم به باد رفت خاندانش هم توسط مردم کشته شد. خامنه ای در واقع با ادامه دادن و تأکید بر مسیر غلط و کجی که تا کنون آمده اون هشت نکته ای رو که در درون سپاه مطرح شده و انتقاداتی که به رهبری او شده رو تشدید خواهد کرد همینطور با مقابله ای که با مردم داره خشم و انزجار در مردم رو بالا میاره و روشی که فکر میکنه سرکوب سیستماتیک جواب میده و میتونه با ایجاد رو با وحشت چند سباهی بیشتر حکومت کنه بطلانش رو در عمل دید. اما کنگره امریکا بعد از اینکه دو مجلس مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اکثریت بالا اولی با 360 رای موافق و دوم از 435 و دومی با 79 رای موافق از 100 رای سنا لایحهای رو تصویب کرد که امروز به امضای آقای بایدن هم رسید و عملا تبدیل به قانون شد به موجب این قانون بخشش به کمک های به اوکراین به مبلغ بیش از 60 میلیارد دلار به اسرائیل بیش از 26 میلیارد دلار و به تایوان بیش از 8 میلیارد دلار اختصاص داره و بخشی هم که زمینه این کمک ها شده قانون طرح محساست که قانون محسایی که در اون در واقع در 6 محور به جمهوری اسلامی فشار خواهد اومد محور اول در واقع منع پهلوگیری نفت ایران در بنادر معروف به طرح کشتی محور دوم مقابله با صادرات موشک جمهوری اسلامی محور سوم در واقع منع به کارگیری تکنولوژی برای تروریسم استفاده از حسگرها دوربینها یا مدارها و غیره و غیره برای ساخت پهپاد و موشک و غیره محور چهارم تحریم انرژی ایران به خصوص صادرات قاچاقی یا غیر قاچاقی به چینه که در سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و سختگیری گیری به شرکت های چینی و که بخواهند فروش نفت به چین رو کاهش بدن محور پنجم شفافیت در خصوص شفاف سازی در خصوص منابع مالی شخص آقای خامنه ای و مدیران ارشد نظام و محور ششم هم حقوق بشر و پاسخگو کردن خامنه ای و رئیسیست و سایر دستندرکاران و دفاتر اونها به دلیل نقض حقوق بشر و تروریسم و با این در واقع محور ششم دفاتر غیر از خود این دو نفر و سایر مدیران ارشد دفاتر اونها هم تحت تحریم قرار می گیره. به این ترتیب این قانون سخت گیرانه از کمند تصویب دو مجلس گذشت و با امضای رئیس جمهور به اجرا در میاد که فشارها رو بر خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد اما ضمنا در صحبت امروز آقای خامنه ای در جمع کارگران ایشون فرمودند که اگر تولید جهش کند جیب شما هم پرپول میشه اخیرا مدتی است که معلوم خامنه ای نکاتی از اقتصادی و اقتصاددانا به گوشش خورده و درست و غلط این روزها قرقره میکنه به کار برای بدون که این مرد به خودش زحمت داده باشه دست کم یک کتاب اقتصاد و خرد و کلان خونده باشه که اقلا مفاهیم اقتصادی رو درست به کار ببره به امید پیروزی ایران و ایرانی